با نام ویاد خداوند، جزئیات پیوستن 105 جوان پنجشهری به ارتش طالبان، ادعای جبهه مقاومت 3 طالب را در بادغیس زخمی کردیم و همچنان تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان قهرمان مرکز آسیا شد. وبسایت خبری اندپندنت فارسی گزارش داده است که وزارت دفاع طالبان روز شنبه 3 سنبله از پیوستن 105 جوان پنجشهری که از 16 تا 21 سال سن دارند در صفوف گروه طالبان خبر داده و گفته است که این افراد بعد از سپری کردن دوره آموزشی 3 ماهه فعالیت خود را به عنوان سرباز طالبان آغاز می کنند. رسانه باختر که رسانه زیر کنترل طالبان است به نقل از حسن الانبیا حدید فرمانده جلب و جذب وزارت دفاع گروه طالبان در پنجشهر نوشته است که جوانان جذب شده از ساکنان 7 ولسوالی پنجشهر هستند. باید افزود طالبان بعد از تصرف پنجشهر در سپتامبر سال 2021 ده ها نفر را در این ولایت بازداشت، شکنجه و اعدام کردند. حدود 10,000 نیروهای مسلح طالبان در پنجشهر حضور دارند و در سراسر این ولایت قرارگاه‌های نظامی تأسیس شده است که با برقراری قیودات زندگی را بر مردم دشوار ساخته است. این در حالی است که جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده است که 3 جنگجوی طالبان را در بادغیس زخمی کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای در برگه ایکس نوشته است که نیروهای شوالی ساعت 11 جمعه شب 2 سنبله بالای فرماندهی امنیت طالبان در ولسوالی قرماچ ولایت بادغیس حمله کرده است. بر بنیاد ادعای جبهه مقاومت ملی در این حمله 3 جنگجو طالبان زخمی شده و به نیروهای جبهه مقاومت هیچ آسیبی نرسیده است، اما طالبان در این مورد تا هنوز چیزی نگفته است. روز پنجشنبه هفته گذشته نیز جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده بود که طی 2 حمله جداگانه در شهر کابل 3 جنگجوی طالبان را کشته است. این در حالی است که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در بازی فینال جام ملت‌های مرکزی آسیا با شکست 1-0 بر ازبکستان قهرمان شد. این بازی ساعت 7:30 دقیقه شنبه 3 سنبله در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز و لحظات قبل سودی پایان آن به صدا درآمد. تا گل افغانستان را در این بازی عظیم الدین حاجی زاده در دقیقه 28 بازی وارد دروازه ازبکستان کرد. افغانستان در گروه A این رقابت ها را با عبور از سده قرقیزستان و تاجیکستان به فینال رسیده و بالاخره قهرمان شد. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد این 3 خبر فوری چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.